وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در دیدار با رئیس جمهور غنی در نشست مونیخ گفته که تمامی بندهای توافقنامه امریکا با طالبان مشروط است. در این دیدار که وزیر دفاع این کشور و ظلمه خلیلزاد نیز شرکت داشتند، ریاست جمهوری افغانستان می گوید وزیر خارجه امریکا گفته که توافقنامه میان امریکا و طالبان در هفته های آینده امضا خواهد شد. در تاریخ بسن امزا میشه نو اله می بینیم که اگر امریکایا اخلاص داشته باشه همو کار میشه اگر اخلاص داشته نباشه او مثل سابق که شده او همو ر کم میشه منابع نزدیک به طالبان می گویند دو طرف توافق کردهند که از ۲۲ ماه فبروری برای هفت روز پیششرط کاهش خشونتها را عملی کنند این منابع همچنان می که مرحله کاهش خشونت ها فرصت برای اعتماد سازی مرحله بعدی کاهش خشونت ها و رفتن به سوی گفتگوهای میان افغان هاست. زمانی که جانبین رسم کاهش خشونت را ایران نماید یک هفته بعد از او توافق امضا خواهد گردید. همزمان با امضای توافق تاریخ و محلی دور نخست مذاکرات بین هم مشخص خواهد گردید. اما اجماع ملی برای رفتن به گفتگوهای میان در افغانستان هنوز هم به باور برخه ها شکننده است. هرچند ریاست جمهوری گفته که رئیس جمهور هفته آینده با چهره های سیاسی اعضای جامعه مدنی و مقام های امنیتی در این باره مشوره خواهد کرد. تفاوت های مدل های صلح باعث ازی شده بود که نمی که روی یک پیج یا یک صفحه صحبت شود اما فعلا دیده میشه که دولت افغانستان ایالات متحده و طالبان یعنی هر سه جانب یا جانبین روی یک مدل توافق کردن و این امیدوار است امیدبخش است که مذاکرات مستقیم دولت افغانستان و مردم افغانستان با طالبان آغاز شود با این حال منابع میگویند که پس از امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان در ادامه ده روز گفتگوهای میان افغانها آغاز خواهد شد. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا امریکا، کابل.